با سلام، با برنامه دیگه از مجموعه آینه اجتماع در خدمت شما هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم. این گزارش اعلام کرده که 1/3 ایرانی ها همچنان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. نرخ خط فقر در ایران در حال حاضر چقدره؟ و تثبیت خط فقر به چه معنایی هست؟ چند درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم می گوید که نرخ فقر در سال 1402 به بیش از 30% جمعیت ایران رسیده بود و در سال 1403 هم در همان سطح باقی مانده است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران در سال 1401 زیر 30% بوده و این افزایش فقر یه کمتر از 2 سال رخ داده است. در سال 2018 میلادی بانک جهانی اعلام کرد که 420 هزار نفر از مردم ایران، یعنی معادل 0.5%، زیر خط فقر مطلق قرار دارند، یعنی درآمدی کمتر از 1.9 دلار در روز دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم در سال 97 بین 23 تا 40% از کل جمعیت ایران زیر خط فقر بودند. تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند ثابت باقی می ماند و تغییری در شرایط زندگی آنها دست کم در کوتاه مدت رخ نخواهد داد. معنای ساده آن نیز این است که 1/3 شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. در شهریور 1403 هم رسانه‌های حکومتی نوشته بودند که از هر 3 نفر ایرانی 1 نفر فقیر است. بنا به نوشته همین رسانه‌ها در ابتدای دهه 80 1 نفر از هر 10 نفر، در ابتدای دهه 90 1 نفر از هر 5 نفر و در حال حاضر 1 نفر از هر 3 نفر زیر خط فقر قرار دارد. بله، این آمار یعنی اینکه هرچه جلوتر میریم سرمایه های مردم توسط حکومت بیشتر غارت میشه و مردم هم بیشتر و بیشتر در فقر و نداری غوطه ور میشن. خرج ثروت مردم ایران برای جنگ افروزی و موشک سازی و موشک پرانی بیشتر میشه و خط فقر مردم ایران هم درصدش بالا و بالاتر میره. اینجا 2 تا پرسش مطرحه. اولا با این همه ثروت بیکران و منابع طبیعی مثل نفت، گاز و معادن اصلا چرا باید در ایران فقر باشه؟ دوما این یک گزارش رسمیه که از سیستم‌های فیلترینگ و سانسور رد شده و قطعاً برخی آمارش کوچک نمایی شده. آمار واقعی خط فقر اون چیزیه که مردم ایران در کف خیابون با گوشت و پوست لمسش میکنن. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.